سلام به همه دوستان سه شنبه هشتم مهما 1399 29 سپتامبر 2020 من صحبت امروز یا دیروز جواد ظریف رو شنیدم که حالا در یک سخنرانی که آقا خوشش بیاید ضمن فهاشی که با آمریکا کرد به یک نکته اشاره کرد و اون اینکه سردار ما را طوری زدید که فقط یک دست ازش باقی موند خب من وقتی این صحبت رو شنیدم یاد خیلی چیزها افتادم چیزهایی که حتی گفتنش مطمئنم دل خیلی ها رو خون خواهد کرد و خود من با واقعا قلب فشرده و درد دل بسیار این رو اینها رو میخوام بگم اما چون همیشه نگرانی وجود داره که ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی بتونه باز هم رو فریب بده ما هم ناچاریم چیزایی بگیم که نه خوشایند خودمون هست و این رو یک نوع نمک بر زخم بسیار از مادران و پدران داغدار میدونیم آقای ظریف گفته که سردار ما رو طوری زدید که فقط یک دست باقی موند ببینید آقای ظریف این سردار شما وارد جنگ شده بود رجزخانی کرده بود آقای ترامپ قمارباز رو دعوت کرده بود که باش به جنگه و ترامپ هم باش جنگید اصلا حق و ناحقش کاری ولی به هر حال یک سربازی بوده در جبهه جنگ آقای سلیمانی یا به قول شما سرداری بوده رجزخانی کرده رفته جنگ با دشمن مواجه شده و دشمن زرتش حالا شما میگید که با زبونی زده حالا میرسیم به اینکه زبون کیه و زبون تر کیه اما میخوام یادآوری کنم شما بعضی از افراد رو حتی دست هم ازشون باقی نگذاشتید بگم بهتون اگرچه ممکنه شما در اگر ازتون مصاحبه کنم بگید من سعید زینالی نمیشناسم یا بگید ما در ایران سعید زینالی نداریم اما آقای ظریفی کسی هست منم سعید زینالی مادرش 21 سال و 3 ماه آرزو داره حتی یک انگشت از بچهش رو ببینه امروز شما چه بله بلای سرش آوردید یارتون رفته شما خودتو استاد حقوق میدونی شما خودت حقوقدان میدونی خودت متخصص حقوق بشر میدونی آیا شد یک بار از داغ دل مادر سعید زینالی هم بگی بریم عقب‌تر سال 67 یازده سال قبل از جنایتی که در حق سعید زنالی کردید سال 67 ادهی رو کشید و تنها چیزی که برای خانواداشون باقی بود فقط یک ساک لباس های استفاده شده اونها بود حتی جسد رو به خانواداشون ندادید چیزی که برای خانواده بود فقط یک ساک که فقط نشانه عذاب براشون بود حتی قبر درستایی به نشون ندادید شما شما ستاره رو چی ازش باقی گذاشتید؟ محسن روح الامینی که فرزند همکار خودتون بود باش چه رفتاری کردید اگر محسن فرزند عبدالحسین روحال امین نبود معلوم نبود حتی اون جنازه ای که به گفته سردار حسین علایی ده ها جا از بدنش خورد شده بود از اسخونه از بدنش اون هم معلوم نبود تحویل بدید شما شما در این کشور از امید چی باقی گذاشتید آیا ذره ای امید در دل مردم باقی گذاشتید آیا ذره خوشی برای مردم باقی گذاشته هر جا جوانهای مملکت جمع شدن رفتن تو پارک آب بازی کنن نیروهای شما که آی ظریف شما از همشون جنایت کارتری برای اینکه با استفاده از زبانی که داری جنایت رو توجیه میکنی و بهشون کمک میکنی جنایت رو ادامه بدن در رأس جنایت یکی از رؤوس جنایتکاران کاران جمهوری اسلامی جواد ظریفه که تمام توان خودش رو به کار میگیره برای توجیه جنایت های جمهوری اسلامی و حتی مقدس جلوه دادن جنایت هاشون آقای ظریف شما جنایت میکنی برای اینکه از قاسم سلیمانی یک چهره کاملا قدیس میسازی آیا مردم بسیاری از جوانان سوری حتی یک انگوش از برنشون تحویل خانداشون نشد جوانهایی که توسط سپاه مشترک قاسم سلیمانی و پوتین و بشار اسد جنایتکار و حسن نصرالله گردن کشته شدن اونها آدم نبودن اونها انسان نبودن اونها خانواده نداشتن چند صد هزار نفر آرزو دارن که حتی جسد فرزندانشون در سوریه ببینن و به دست همین قاسم سلیمانی شما کشته شدن امیدی به آینده در کشور چه وضعیتی داره بسیاری از خانواده ها پدرها مادرها ناچار خودشون از فرزندانشون مخفی کنن به خاطری که به خاطر جنایتی که شما کردید به اقتصاد کشور را از بردید چند نمونه نام ببریم آقای ظریف که مشخص شما بیشتر جنایت کردید یا ترامپ در کشتن قاسم سلیمانی چرا اونها رو نمیگید بسیار از کسانی که اعدام شدن بسیار از افرادی که در تظاهرات سال 98 دستگیر شدن خانوادهشون نمیدونن کجا هستند یعنی حتی یک دست یک انگشتر ازشون به یادگار نمونده شما از نوید افکاری چه تحویل خانواده شده جز یک بینی شکسته حتی اجازه ندید برای آخرین لحظات خانواده یک بار ببینن چیزی که برای حت، حتی, برای جنایتکارانی که جنایتشون مسلم اعتراف کردن نوید که قطعا آدم نکشته بود ولی حتی برای کسایی که جنایتشون مسلمه امکان ملاقات آخر میگذارید شما حسرت ملاقات آخر رو به دل مادر و خانواده نوید افکاری گذاشتید حالا دلتون سوخته برای سردارتون که فقط یک دست ازش باقی موند شما دلتون دختر اون سردار نتونه صد تا شش ما تحمل کنه براش مهم نبوده فقط ازدواج کرد ولی هستن کسانی که 21 سال مادر سعید زینالی ازاداره اینها رو نمیبینید شما پس اگر میبینید ببینید من اصلا مخالف نیستم کسی بخواد به قاسم سلیمانی علاقه داشته باشه اما این کار شما آقای ظریف قطعا باعث خواهد شد که نفرت از قاسم سلیمانی بیشتر بشه شما باری که یک ملت رو رها کردید شما شد یک بار برای کسانی که به خاطر بیکفایتی حکومت شما در تشجنازه قاسم سلیمانی کشته شدن عزاداری بکنید از جان شیرین هفتاد نفری که در کرمان اه... در قاسم سلیمانی به خاطر پروپاگاندایی که شما کشته شدن چه برای خانواده‌شون باقی موند؟ همین امروز بسیار از افراد از زندگی چی براشون باقی مونده از خانواده چی باقی مونده بسیار از خانواده ها از هم پاشیده مگه فقط جسد, جسد که تموم شده شما روح انسان رو کشید از روح بسیار از آنها چیز باقی نگذاشتید کسانی که این حرفای ظریف رو با چاشنی ملی گرایی با چاشنی،, چاشنی غرور ملی با چاشنی سرباز میهن بزرگ نمایی میکنن یادشون باشه بازم تکرار میکنم قاسم سلیمانی در جنگ بود رجزخانی کرده بود دشمنش هم کشتش اما ستار بهشتی چه کار کرد که شما کشتیش کشتیدش و یک بار در مورد صحبت نکردید مصطفی صالحی چه کار کرد بود که اون که حتی اعتراف قتل نکرد شما کشتید محمد سلاس چه کرده بود شما جزی که جسد شکنجه شده شده تحویل خانده شده دارید چی کار دیگه من کردید ببینید من تصور میکنم که دیگه روز تعارف و تملق گذشته روز این که حالا من حرفی بزنم که فلان کس یا حرفی نزنم کس دلخورنشی گذشته از نظر من در مقایسه با ستار بهشتی ندا آقا سلطان مصطفى صالحی نوید افکاری محمد سلاس بسیار از محمد راجی که در زندان کشته از رزمندگان بود و در زندان کشته شد زیر شکنجه محسن روح الامینی کامرانی پزشک رامین پوراندنجانی در مقایسه با اونها اونها قطعا مظلوم تر از قاسم سلیمانی هستن ولی که قاسم سلیمانی در جنگ بود و خودش به استقبال جنگ رفت تازه ملتی رو هم درگیر جی، در این جنگ کرده بود اما کسانی که من سوردم ستاره بشی جزی که در یک سایت داشت چیز می کار دیگه کرد سعید زیدانی چه کرده بود ندا آقا سلطان چه کرده بود فرزندان مصطفی صالحی چه گناهی که شما حتی خانه براشون باقی نمیگذارید مگر فقط میگم جسد که وقتی طرف رفته تموم شده شما فرزندان مصطفی صالحی که میخواد زندگی خونه براشون باقی نگذاشید دادگاه انقلاب جنایتکار شما میخواد تبرئه کنه میخواد مصادره کنه اموال خونشون رو شما از روح اون پدر و اون زوج مسیحی فلاحی و آقای سام که در بوشهر زوج مسیحی که یک فرزند خوانده داشتن و دادگاه انقلاب به بهانه اینکه اینها ارمنی هستن مسیحی هستن و نمیتونن فرزند خوانده مسلمان رو بزرگ کنن با روح اونها چه کردید از روح اونها چه باقی گذاشتید از شادی اونها چی باقی گذاشتید از شادی همون دختر دو ساله که در این خانواده با خوشی زندگی میکرد چی باقی گذاشتید شما حق ندارید کسی رو محکوم کنید هیچ جنایتکاری کاری در دنیا مثل شما امروز جنایت نمیکنه هیچ خیانت کاری مثل شما به ملتش و دولتش و مملکتش خیانت نمیکنه شما حتی به دولت خیانت میکنید دولت به اون چیزی که مسلط به حکومت کشوره شما به همه چیز دارید خیانت میکنید فقط به خاطر که خامنه خوشش خودش بیاد فقط به خاطری ای که آینده خودتون تضمین کنید فقط به خاطری که نکبت زاده هاتون با پول همین ملت بخورن و بچرن و خوش باشن در دنیا ساشا سوبانی اسمش بعد در رفته بچه های شما بهتر از ساشا سوبانی اگر بهتر از ساشا سوپانی بودن تو دهن شماها ها میذارن چیزایی که در بیرون میدیدن به شما ها یادآوری میکردن ساشا سوپانی هر کاری میکنه رو میکنه فرزند جواد ظریف به مراتب بدتر از ساشا صبحانیه. برای اینکه ظلم و جنایت پدرش رو میبینه ساشا سوبانی اگه کاری میکنه مسئله شخصیه فرزند جواد ظریف فرزند حسن روحانی فرزند علی خامری به مراتب جنایتکارتر و کثیفتر از ساشا سوپانی هستند برای اینکه میبینن جنایت های پدراشون رو میبینن توجیه جنایت توسط پدراشون رو و سکوت میکنن میبینن که حکومت حسن روحانی و حکومت خامنه نه امیدی برای آینده مردم باقی گذاشته نه شادی باقی گذاشته نه هیچ دلخوشی باقی گذاشته شما میگید دست طرف باقی مونده اصلا دستم باقی نمیموند مگر این همه فرزند کشور که چند هزار مفقود رسر شدن به خاطر حماقت رهبر اول جمهور اسلامی و اصرارش بر جنگ جنگ تا فتنه از آرام، اونها آدم نبودن خانواده اونها مگه دل ندارن چند هزار نفر هستن که از فرزندانشون که با ماجراجویی روح الله خمینی و جنایت صدام از بین رفتن که در اون جنایت روح الله خمینی و صدام حسین پنجاه پنجاه شریک از هیچ کدوم بر اون یکی ترجیح نداره هزاران نفری که حتی یک بند انگشت ازشون باقی نمود و مفقود شدن برای در مورد اونها چند بار جواد ظریف صحبت که در مورد قاسم سلیمانی صحبت میکنه جواد ظریف صلاحیت صحبت در این موارد نداره اگر یک بار به با عنوان یک استاد حقوق بشر صحبت کرد از کسانی که به خاطر ماجراجویی خمینی به خاطر حماقت خامنه ای رفسنجانی در جنگ هزاران نفرشون مفقود شدن و حتی یک بند انگوش ازشون پیدا نشد اون وقت من ازش میپذیرفتم که در مورد دست جدا شده قاسم سلیمانی هم صحبت بکنه ما اینقدر جوان در این کشور داریم که یا دیروز یا امروز یا فردا معلوم نیست چه ازشون باقی بمونه. اگر هم بمونه فقط یک جسم خسته و روح در واقع کشته شده ازشون باقی مونده شما چرا دلت برای روح کشته شده جوان ها نمی چرا دلت برای روح مادر و پدرایی که جوانش از دست دادن این استاد حقوق بشر کجاست در پدر امیر حسین مرادی صحبت کنه که همین دیروز خودکشی کرد از قصه فرزندش فرزندی که جواد ظریف به خوبی میدونه دادگاه انقلاب دروغ میگه میگه کار جاسوسی کرده دروغ میگه میگه با مجاهدین ارتباط داشته با مجاهدین خلق آقای ظریف در مورد جان از دست رفته پدر امیر مرادی صحبتی نداره بکنه بدا به حال جواد ظریف که یکی از بدنامترین و رسواترین سیاست مداران تاریخ ایران خواهد بود کسی که طرفدارانش به دروغ داشتن از چهره مصدق و امیر کبیر رو نمیدونم نگاه نکن ظریف شیش نفر حریفه می و امروزی که بدنام نه امروز در تاریخ ایران به عنوان یکی از بدنامترین توجیهگران جنایت و خیانت و فساد ایران ثبت خواهد شد نامش به همین جهت اگر خان... من جای قاسم... خانواده قاسم سلیمانی بودم جواد ظریف رو من میکردم از صحبت در مورد سلیمانی برای اینکه صحبت جواد ظریف اونهایی رو هم که به قاسم سلیمانی خوشبینه بدبین خواهد کرد برای اینکه جواد ظریف اینقدر بدنام و رسواست که تعریفش از کسی براش برای طرف نون آب نمیشه و براش اعتبار نمیاره اگر جواد ظریف یک جو مردانگی و شرافت داره بیاد در مورد پدر حسین مرادی هم صحبت کنه در مورد سهیلا حجاب هم صحبت کنه که در اعتصاب قضا در مورد نسرین محمدی هم صحبت کنه شما از روحیه و شادمانی فرزندان نسرین ستوده و نرگس محمدی چی باقی گذاشتید آقای ظریف که نگران دست بریده قاسم سلیمانی هستید اگر جواد ظریف نمیگفت من استاد حقوق بشر هستم من میگفتم خیلی خوب یک آدمیه که مزدور حکومت و دلش میخواد وزیر بگه این حرفا میزنه اما کسی که میاد در برابر دوربین های تلویزیون خارجی میشینه میگه من پروفسور حقوق بشر هستم ای کاش یک کلمه در مورد نسرین سدود هم صحبت میکرد و امیدهایی که در دل فرزندان نسرین سدود کشته شده امیدهایی که در دل فرزندان نرگس محمدی از بین رفته اگر بخوایم اسپیرم یکی دو تا که شما با سلامت علیرضا رجایی چه کردید چند نفر اس بیارید آقای ظریف که شما ب... یک جو غیرت و شرافت مردانگی نداشتید یک پارسون اس بیارید و الان برای اینکه فقط برای اینکه دل رهبر رو خوش بکنید میاد از قاسم سلیمانی دست, دست قچلش من باز هم میگم قاسم سلیمانی به استقبال جنگ رفته و در جنگ حلوا خو... خیر نمی کردن تازه قاسم سلیمانی مدیون جان بسیار از افرادی است که قاسم سلیمانی همون آدمی که گفت اگه تحریم ها ده برابر هم بشه ما دست از حمایت از فلسطین بر نمی خب خزینه شو هم داده ولی ستاره بهشتی از این چی داد ندا آقا سلطان هزینه چی رو پرداخت کرده مصطفی صالحی هزینه چی رو پرداخت کرده پدر امیر حسین مرادی و خود امیر حسین مرادی هزینه چی رو پرداخت میکنن علی یونسی هزینه چی رو پرداخت میکنه و بسیار از افرادی که مبارز نیستن ولی فقط چوب جنایت, کار، جنایت های جمهوری اسلامی رو چوب باجگیری جمهوری اسلامی رو نازنین زاغری و فرزند خردسارش چی از روحیه و زندگیشون باقی مونده بسیار از افرادی هستن که ممکن اصلا مردم هستن و متاسفانه به دلیل اینکه سرشناس خیلی از سلبریتی ها و خیلی از مدعیان حقوق بشر و مدعیان فعالیت سیاسی هستن برن مثل همون زوج بوشهری که فرزندشون رو دادگاه جنایتکار بوشهر ازشون جدا کرد فقط به صرف اینکه مسیحی بودن البته ظاهرا اینها به خاطر اینکه از مسلمانی به مسیحیت گرویدن یک مجازات تتمی... مجازات تکمیلی براشون اعمال کردن جدا کردن فرزندشون این جدا کردن فرزند قطعا از کشتن بدتره کسی که فرزند داره میدونه بسیار از افراد جانشون جانشون از دست بدن برای اینکه فرزندشون در خوشی بمونه شما خوشی اون دختر دو ساله که بیماری قلبی داره گرفتید با جدا کردنش از پدر از زوج مسیحی که مثل عین پدر مادر فرق نمیکنه وقتی بچه رو از چند هفتگی بزرگ میکنن پدر مادرش هستن هر کس میخواد صحبت کنه صحبت کنه اما جوید جواد ظریف بهتر دهنش رو ببنده و اگر حرفی داره بگذاره روزی که از سمت رفت کنار اون وقت ببینیم بازم از این حرفا یا فقط برای دلخوشی رهبری حرف ها میزنه ببینیم روزی کسی که ادعای پروفسوری حقوق بشر داره حاضر میشه از کسانی هم که فرزندانشون از دست دارن و از تنها چیزی که از فرزندان به خانوادهشون رسید یک ساک خالیه تنها چیزی که از فرزندان به خانواده رسید فقط خبر بیخبریه مثل سعید زینالی مثل اعدامی های سال 67 مثل مصطفی صالحی که میگم حتی حالا خودش رو که کشتن چی دلخوشی های خانواده رو هم دارن از بکنم و خانواده دارن میکنن من امیدوارم که اون اتفاقات که این روزها افتاده و اتفاقات دیگه که میفته باعث نشه که ما اجازه بدیم امثال از جواد ظریف هر چی دلشون میخواد بگن اینها باید تو دهنی بخورن و به مردم یادآوری بشه که اینهایی که اینقدر ادعای دلسوزی میکنن با پرچم دفاع از سردار ملی وارد میشن جنایت کارتن آدم ها هستند در تاریخ ببینید یقین دارم من امثال علی خامنه ای حسن روحانی جواد ظریف اگر قدرت ترامپ رو پیدا کنن صدها برابر ترامپ آدم خواهند کشت و فرقشونه که اگه ترامپ یک سرباز غیر آمریکایی رو کشت سلیمانی جواد ظریف علی خامنه ای حسن روحانی اگر قدرت ترامپ رو پیدا کنن ده ها برابر از ملت ایران رو اول خواهند کشت بعد ملت های دیگر رو بعد میرن ملت های مظلوم مثل سوریه و دیگران رو کشت اجازه ندیم اینها به خاطر شرایطی که وجود داره هرچی چیزی بگن شرایط اتفاقات خاص در کشور افتاده پیام های رد و بدل شده صحبت های شده اتفاقات ممکن بیفته وضع اقتصاد مشخصه که اون هم نباید بزنیم فراموش یعنی نگذاریم این حرفها فسادی که در کشور حاکم کردن و باعث شده که روز به روز بعض اقتصادی مردم بدتره من با کسی صحبت میکردم گفتش که ما پارسال یک میلیارد تومن خونه فروختیم گذاشیم تو حساب بانکی و امسال با اون پول حتی یک سوم پارسال خونه بفروشیم اونها رو که جواب میده این امید کشته شده در دل مردم امیدی که باقی نگذاشتید رو که جوابشو میده شادی که باقی نگذاشتید رو که جوابشو میده موفق باشید